اردوی سوریه با حمایت از نیروهای هوایی روسیه توجه بیشتری را بر حلب متمرکز ساخته است. خداوند اردوی ما را حفظ کند و اگر خواست خدا باشد حلب دوباره به حال قبلیش و ما به خانه های خود برخواهیم گشت. سانا، آژانس خبرگزاری رسمی سوریه، به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده است که اردو ساحه ساخور را در تصرف درآورده است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه نیز این خبر را تایید می کند. رمی عبدالرحمن رئیس این سازمان می گوید که از زمان تصرف نیم شهر حلب در 2012 تا کنون شورشیان مخالف حکومت چنین شکست تلخی ندیده بودند. وضعیت در حلب نگرانی های را به سطح بین المللی نیز برانگیخته و تخمین می شود که 250 هزار تن از افراد ملکی تحت محاصره قوای حکومت بوده و نیازمند غذا و کمک طبی اند. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای حکومتی سوریه در مجموع 10 محله و بیش از 3000 ساختمان را از شورشیان در حلب تصرف کردند. در خبرنامه وزارت دفاع روسیه آمده است که بیش از 100 شورشی نیز سلاح خود را بر زمین گذاشته و از حومه شرقی حلب خارج شدند. پس از ورود نیروهای حکومتی به ساحه شرقی حلب، هزاران تن از باشندگان آن ساحه از خانه‌هایشان ذریعه بس‌ها از داخل شهر به سرپناه‌های موقت انتقال داده شدند. زندگی دشواری داشتیم. ما تحقیر شدیم. مرگ را با چشمان ما نگریستیم. نه نان است، نه غذا و نه آب. این باشندگان بیجا شده شهر حلب از وضعیت اسفناک در آن شهر حکایت دارند. ما فقط نان جو داشتیم، نه امداد است، نه کار و نه پول. از زمان آغاز بمباردمان سهمگین بر ساحات تحت کنترل شورشیان در سوریه طی چند ماهی اخیر به این پیمان مردم بیجا نشده بودند. در حالی که نیروهای حکومتی سوریه مشغول جنگ با شورشیان در حلبند، نیروهای اسرائیلی شب گذشته حمله هوایی را در سوریه انجام دادند. نظامیان اسرائیلی گفتند که در این حمله افراد مسلح وابسته به داعش در یک ساختمان متروک سازمان ملل متحد هدف قرار گرفتند که به ادعای آنان در بلندی‌های گولان بر اسواکر اسرائیلی گلوله‌باری کرده بودند. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.